نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه دهم ربیع الثانی سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با بنده بودن معصومین علیهم السلام فرمودند: در قرآن کریم و در بسیاری از مضامین نقل شده از معصومین علیهم السلام، از جمله در دعای ماه رجب آمده است که میان معصومین علیهم السلام و سایر انسانها در اینکه همگی بنده خدا هستند تفاوتی وجود ندارد. معظم الله در ادامه فرمودند: خدای متعال قدرت و توان هر آنچه را که خود میتواند انجام دهد بعضاً به 14 معصومین علیهم السلام عطا فرموده است. ایشان همچنین تأکید فرمودند بین خدای متعال و معصومین علیهم السلام در قدرت انجام امور تفاوتی وجود ندارد و تنها تفاوت میان خدای متعال و معصومین علیهم السلام این است که خدای عزوجل خالق و معصومین علیهم السلام بنده و مخلوق او هستند. آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند: برای اثبات قدرت معصومین علیهم السلام نبایستی نسبت دروغ به ایشان داد و چیزی را جعل کرد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. نه ببینید، دروغ نباید آدم بگه، اما یه چیزایی که کار غیر معصوم نیست و کار خداست نسبت به معصومین آدم بده. ببینید، مثلا یه وقت میگه که دو تا آهو با هم اومدن پیش حضرت رضا، خود دو تا آهو نیومدن با هم. حضرت رضا مثلا گفتن این نره این ماده است، گفتن این الان بچه دار میشه اون نمیشه. مثلا دروغ آدم نباید بگه، اما یک مرتبه ای، یک قدرتی که کار غیر خدا عزوجل نیست، غیر از خلق و رزق که تو اون روایت داره، این نسبت به معصومین بدیم مشکل نداره، چون اینا در عین اینکه بنده خدا و برده هستن برای خدای عزوجل، اما خدا همون تو زیارت حضرت سید الشهدا عرض کردم که شیخ صدوق فرموده اصح زیارات حضرت ارادت الرب فی مقادیر امورهی، یعنی امور خود خدا، تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم، گیری نداره ظاهر. بله دروغ آدم نباید بگه، یعنی چیزی جعل کنه. بله نه قطعا مراد این نیست که دروغ بگه، نه